خب قبل از این قسمت بعدی رو بریم یه نگاه کوچیکی روی کاری که تا الان انجام دادیم بکنیم. واسه تأثیری که کاری که من انجام دادم خیلی کمه، ولی میخوام مثلا تغییرات رو ببینین. این تغییراتی که من تو قسمت تصویرم، تو قسمت لوکال داج و لوکال برن دادم، خب مقدارش خیلی کمه، ولی میخوام در کل بهتون بگم که این حالت رو که ایجاد میکنین چه اتفاقی میفته. نگاهی سایه هایی که اینجا بوده برداشته شده، چیزهایی که اینجا بوده، تمام سایه ها توی کار یک نواختر شده و تمیزتر شده. من هرچی بیشتر وقت بذارم روی این کار مسلماً تاثیر خیلی بیشتری برای من خواهد داشت. خب مثلا اگر اینجا رو بیام کار کنم به این صورت، این گزینه ها رو خواهیم داشت، یک کار تمیزتری رو خواهیم داشت. خب میخواییم بریم سراغ بعد از لوکال، بریم سراغ گلوبال. قسمت اصلی کار رو انجام دادیم. لوکال در جنبر یک کار زمانبر و طولانی هست، ولی زمانی که راجع به گلوبال میخواییم بریم، ما قبلش با یک مفهوم آشنا باشیم. این مفهوم، مفهوم کانتورینگ یا به اصطلاح سایه روشنی هست که توی چهره استفاده میشه. کاری که آرایشگرها انجام میدن برای میکاپ، میان اون حالت کانتورینگ رو روی چهره اجرا میکنن، خب تا اون چیزی که میخوان به دست بیارن. اتفاقی که برای ما هم الان میفته همینه، اون کانتورینگ رو میایم انجام میدیم. حالا تصویر هر صورتی، هر حالتی که باشه، اینها رو میتونیم ببینیم که ما یه سری هایلایت ها رو داریم به صورت مثلثی بالای پیشونی، گونه ها رو داریم، زیر گونه ها رو داریم، چونه رو داریم، بینی رو داریم، به همین صورت داریم. مثلا یک تصویر بهتر توی کار پیدا کنم. ببینید با توجه به صورت ها هم ممکنه متفاوت باشه. این رو هم در نظر بگیرین که بسته به صورت یا اصلا حالتی که میخواین ایجاد کنین، اگر میخواین حالت گونه رو ایجاد کنین، قاعدتا این قسمت تیره تر میشه، این حالت کانترینگ رو خواهیم داشت. اینجا رو نگاه کنید. خب پس باید اطلاعاتی رو چه بارش کردن هم داشته باشین و بدونین به چه صورت خواهد بود. حالا هرچی بیشتر این کانتورینگ ها رو نگاه کنیم، من یک سری از فایل ها رو هم برای شما میفرستم که بیشتر در جریانش باشین، بهتر میتونین کار رو انجام بدین. جدا از اینکه به تجربتون هم بستگی داره، میتونین حین کار هم اصلاح کنین یا از حالت های جدیدتر استفاده کنین. خب من برگردم سر فایلم. کاری که انجام میدم این قسمت رو باز میکنم، میام تو قسمت گلوبال برن، براش رو بزرگتر میکنم. اینجا دیگه سایز براشمون میتونه بیشتر بشه، فلو رو هم میتونم بیشتر کنم. نیا کنیم من تو گلوبال برن که هستم، کار من تیره میشه. خب اگر بخوام نگاه کنم روی فایل کانتورم، این فایل رو باز کنم، قسمت های بالای پیشونی تیره است، وسط روشن، گونه ها تیره است، زیر گونه ها تیره، چونه روشن و سایه های زیر. خب میرم سراغ تصویرم، همین حالت رو ایجاد میکنم. خب من لایه ها رو برمیدارم. الان تیرگی رو داریم. امکاری که انجام میدم قسمت ها رو تیره میکنم، این قسمت ها رو تیره. فقط حواستون باشه خیلی ملایم کار رو انجام بدین که به کار آسیب نرسه. اگه مثلا سایز رو خواستین کوچیک‌تر کنین، همینطور براشتون رو هم هاردنسش رو صفر کنید. ببینید با این کار بُعد تصویر من بیشتر خواهد شد،
و تصویر بهتری خواهم داشت. یادتون باشه جاهایی که سایه ها هستند اینها رو هم به همین صورت پیش برید. هی وقت بیشتری میتونم میذاشتم روی این کار، قاعدتا نتیجه کار بهتر خواهد بود. چون قسمت رو داریم آموزش میدیم، شما برین جلو تا در ویدیوهای بعدی کارهای رو بهتری رو هم انجام بدیم. خب تو کانتورینگم این قسمت رو هم، بینی رو هم کار میکنم، این قسمت رو، این قسمت سایز رو کمی بزرگتر میکنم، میرم این قسمت رو هم کار میکنم. میتونید مجدد اینجا رو ببینید که این کانتورینگ به چه صورت انجام شده. خب در قسمت داج یا روشن کردن هم به همین صورت، یا هایلایت ها رو هم به همین صورت سایز رو بزرگ میکنم، جایی که لازمه سایز رو کوچیک میکنم. اگر یادتون باشه من در یک ویدیو از روش دیگه استفاده کردم که خیلی سریع اومدم رنگ های حالت کرم پودر رو روی تصویر زدم. خب نگاه کن اینجا خیلی زیاد شد، من به صحبت کردن افتادم، زیاد شد. کافیه که رنگ رو عوض کنم، من ایکس رو زدم و روی همین ناحیه مجدد بکشم تا تاثیرش کم بشه. خب قسمت رو همینطور، قسمت رو، اینها رو، روشن سازی ها رو انجام میدم. این قسمت رو سایز رو کوچک میکنم، بینی رو، قسمت ها رو، و همین صورت میریم جلو. میتونیم گلوبال داجن برم رو توی چهره به این صورت ببین تأثیرش رو. قاعدتا هرچه تمرین بیشتر نتیجه بهتری رو دارین و هرچه آرومتر و ملایمتر کار کنین طراحیهاتون رو میتونین نتیجه بهتری رو بگیرین. خب من میام روی برم. اگر جایی رو خواستین تیره تر کنین هم میتونین از این قسمت استفاده کنین. اگر دیدین درصدش کمی زیاده میتونین با قسمت اپاسیتی درصد رو کم یا زیاد کنین. و همین کار در موها هم به همین صورت پیش میریم. خب اینجا مقدار فلو رو باز بیشتر میکنم، جایی که احتیاج دارم روشن بشه یا هایلایت به موها اضافه بشه به این صورت میرم
جلو. الان خوبی اینه که درصد هر جایی رو که من میخواستم به صورت مجزا کار کردم. درخشندگی موها رو هم به همین صورت میتونید اضافه کنید. اگر روی بدن رفت میتونین اون قسمت هایی رو که میخواین تغییر بدین تا این حالت رو نداشته باشه. خب چیزی که تا اینجا ای کار اتفاق افتاد، تصویر ما از حالت بیروح و مردش تبدیل به چنین تصویری با کنتراست شد. اسم لایه رو تغییر میدم تا جنبه. توی تصاویر دیگه ای که حالا ممکنه کار بیشتری داشته باشن بعداً این مراحل رو مجدد میبینید و تأثیر کار رو بیشتر متوجه میشین.